من در طی سالهای گذشته به استانهای مختلفی سفر کردم. مکانهای زیبایی که بیشترشون در نیمه بالای نقشه ایران بودن. اما این بار به جنوب شرقی ایران سفر میکنم. به قلب کویر. مقصد من پهناورترین استان ایرانه. این استان با 7 اثر ثبت شده در میراث جهانی یونسکو رتبه نخست رو در ایران داراست. استانی که با دارا بودن ذخایر غنی زیرزمینی و معدنی، محصولات کشاورزی متنوع همیشه پرفروغ بوده و درخشنده. و حالا من اینجا، کرمان، استانی که روشنای دیروز و امروزش چشم ها رو می نوازه. حالا من در ماهان هستم، یکی از معروفترین شهرهای گردشگری کشور. در روی زمین نیست چو کرمان جایی، در واقع بوده در روی زمین نیست چو ماهان جایی، که به مرور زمان به کرمان تغییر نام یافته. من این بخش از سفرم رو با دیدار از آرامگاه شاه نعمت الله ولی آغاز میکنم. آرامگاه شاه نعمت الله ولی که به آستانه هم شهرت داره، یکی از کاملترین و زیباترین مجموعه های معماری ماهانه. شاه نعمت الله ولی از مشهورترین عرفای ایران در دوران تیموریه. عارفی که شعر هم می سرود و تخلص شعری وی سید بود. شاه نعمت الله ولی از پدری سوری به نام عبدالله و مادری ایرانی در شهر حلب به دنیا آمد. برخی از مورخین زادگاه اون رو شهر حلب و برخی کوهبنان کرمان میدونند. نسب شاه نعمت الله ولی با 19 نسل بعد از امام جعفر صادق به حضرت محمد میرسه. آوازی که در متن کار میشنوید شعری است از شاه نعمت الله ولی که عبدالعلی وزیری اون رو خونده. میگن روزی شاه نعمت الله ولی پاره سنگی رو از رو زمین برداشت و به شاگردش داد، گفت ببر نزد جوهری و قیمت آن را برام بیار. شاگرد پاره سنگ رو میبره نزد جوهری و قیمت رو از اون میخواد. جوهری وقتی به پاره سنگ نگاه میکنه، پاره سنگ رو لعلی میبینه که تا به امروز ندیده و مبلغ 1000 دینار قیمت میذاره. شاگرد پاره سنگ رو از جوهری میگیره، برمیگرده به نزد شاه نعمت الله ولی و قیمت رو برای اون بازگو میکنه. شاه نعمت الله ولی دستور میده از اون سنگ شربتی درست کنند و به تمامی شاگردانش بخورانند. آنگاه شاه نعمت الله ولی فرمود ما خاک راه را با یک نظر کیمیا کنیم، صد درد را با گوشه چشمی دوا کن. این شعر وقتی به گوش حافظ میرسه، حضرت حافظ میفرماد که
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی هم به ما کنند؟ یاری ز جان و دل با سید سرمنسون با یار دیگر یاری داری نداری. شاه نعمت الله به سیر و سفر در ممالک مصر و حجاز و ترکستان و ایران پرداخت. او 24 ساله بود که در مکه با شیخ عفیف الدین یافعی از عرفای بزرگ و با عظمت آن دوران دیدار کرد. بعد از آن به مصر رفت و در آنجا به سوی جهان فرهنگ ایرانی روی آورد. در طول این مدت افراد بسیاری در نزد او به تحصیل علوم و معارف صوفیه پرداختند. سلطان احمد شاه بهمنی دکنی، سلطان هندوستان، ارادت خاصی به شاه نعمت الله ولید داشت. بعد از فوت شاه نعمت الله ولید دستور میده این بارگاه رو بسازن و چند درب بسیار زیبا به اینجا میارن که درها رو با آج فیل تزین کرده و زیورالات دیگه هم همراه دارن. مدت زندگانی شاه نعمت الله 104 سال ذکر شده و خود او تا 97 سالگی خود را بیان داشته است. بنده را داد حی پاینده 97 سال عمر خوشی. پته کار بسیار سختیه، یعنی سوزندوزی بر روی پارچه با ظرافت بسیار ریز. این پته که در اینجا هست شاید بشه گفت بزرگترین پته یه که تا الان دوخته شده. در سال 1294 بر مزار شاه نعمت الله ولید گذاشته شده. داستان این پته به این شکله: 8 دختر تصمیم میگیرند این پته رو بدوزن. با گلهای بسیار ریز و ظرافت اعجاب انگیز 8 دختر 16 سال شبانه روز زحمت میکشن و این پته به این زیبایی با این نقوش رو خلق میکنن. دست مریضا، واقعا عشق چه کارها که نمیکنه. دو درکوب داره، زنونه مردونه. خدا کنه کسی باشه. در طرف دیگه شهر خانه خاندان رضوی نعمت اللهی قرار داره که به دوره قاجار برمیگرده و نوعی سازه آبی سنتی به نام شترگلو در اون قرار داره. شترگلو فیلم برداری کنه. آقایان نامه داشته باشی یا کارمند میراث فرهنگی؟ حتما نامه دارم. خب من خودت میتونم تنهایی دمونه. نه نه، موقعی فیلم برداری کنم. خودت تنها میتونم. خودت تنها میتونم. مگه نامه نمیشتم باشم؟ نه خودت تنها میتونم دمونه. نه درش رو میبندی. آقا از اداره میراث. الو بفرمایید. خودش تنها گروش نه، خودش تنها بله. آقا اون مسئول میراث داره بهت میگه بله. نه آقا خودش تنها، من کسی دیگه نمیام. پدر من از کبرم بیاد بیرون غیر از خودش تنها، من کسی دیگه را نمیدم. حاج علی بله، اینو گوشه دیوار نریزه. بله بله. آها کارگرات کجان پس؟ شما گفتید دارید مرمت میکنید. کارگرام افغانی و ایرانی مال کرمان. ولی الان کارگری نیست اینجا. الان نه، من تعطیل نمیدم. امروز یک شنبه تعطیل. روز قبل هم اومدم تعطیل بود. نه دیروز تا تعطیل بود. دیروز جمعه. بله دیروز تعطیل، امروز تعطیل. بعد این داربستا میدونی چقدر اجاره شه؟ اینا ها چند سال الان اینجاست؟ اینا حالا 6-7 ساله. 6-7 ساله افتاد. یعنی اگه مرمت میشد پولش شاید کمتر میشد با اجارهش. خب این جایگاه معتاد بود، خراب بود. ما اومدیم آبادش کردیم، استیل دار بستا بستیم، آهن چوب خراب بود، آهن زدیم داخل ستونه بار روش گد زدیم. آها یعنی قبل از اینجا داشت خراب میشد. بله بله خراب میشد. بله اینجا که همه مخروبه است. دلم تنگ است کردار زمانه که نه زن خوبه نه فرزند و نه خونه. چی خوبه؟ هیچ. یعنی چی؟ هیچ. هیچ خوب نیست. بلگردی بلگردی. پس بریم بلگردی کنیم. سرت بپا.
عجب وسط خونه حوض داشت؟ بله نه یاله هم وسط حوض حوض پر میشه آب از جا میره به مسجد پایینی آب از جا میومد تو چاونه چا بالا درسته از چا میومد از زیر ساختمون رد میشد ها میرم به مسجد میره میرفت طرف مسجد مسجد میره بله از اینجا میرم مسجد این دالان کجا میره این دومی دروازه میره نه کو میاد اینجا این چاه خب یه آب از جا میمد وارد این میشد از جا میره حوزی حوز پر میشد میده بالا میرفت به طرف مسجد از کانال مستقیم به مسجد اینا که باغ بود کرد صافش کردی اینا ستا بوته گردو داره که نکو میاد اینجا عمارت شترگلو دو قسمت شاهنشین و اندرونی داره عمارت شاهنشین این مجموعه روبروی حرم شاه نعمت الله ولی قرار گرفته بالای عمارت شاهنشین دو بادگیر مرتفع و یک کلاه فرنگی قرار گرفته و سقف داخلی اون نیز به زیبایی تزئین شده. عمارت شترگلو دارای چند حیاته که حیات شمالی انارستان و حیات جنوبی نارنگستان نام داشت. وجود درهای عرسی زیبا و حجره‌های تو در تو از موارد قابل توجه این بنای فاخر و تاریخیه. شترگلو نوعی سازه آبی سنتیه که برای انتقال آب از یه مکان به مکان دیگه استفاده میشد. در قدیم آبهایی که از چشمه‌ها یا قنات‌ها جاری میشد به سوی منازل و یا مزارع از مکان‌هایی که میگذشت گاهی وقتا موانعی جلوشون قرار میگرفت مثل سنگ یا رودخانه و یا چیزهای دیگه. به این طریق میومدن سازه شترگلو رو درست میکردن تا بتونن آب رو انتقال بدن به مکان‌های دیگه. از اونجایی که این سازه شبیه گردن و گلوی شتر بود بهش میگفتن شترگلو از طرفی و از اونجایی که نباید هیچ جانور یا موجود زنده‌ای وارد خونه یا باغ کسی میشد فرم اینو درست میکردن که راه نفوذ نداشته باشه درست میگم آقا جلی؟ پس چاییت کجا؟ دریای تو بینم به سرا بنگرم سرای تو بینم به هر جا بنگرم کو در و دشت که دکامت رنایت ببینم سر کوه بلند گردی گرفته دل دختر عجب دردی گرفته الهی خونه بابات بسوزد عجب دماد نالیه گرفته نمونه زنده ای از دوران پرشکوه شاهان قاجار رو میشه اینجا در حدود باغ شازده یاد باغ شاهزاده ماهان یا باغ شازده ماهان در تاریخ 25 آبان 1389 این اثر به همراه 8 باغ ایرانی دیگه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی میرسه این باغ از نمونه باغ‌تخت‌های ایرانیه و در زمینی مستطیل شکل به مساحت 5.5 هکتار بنا شده و دارای سردر ورودی بسیار زیباییه. کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی یا فصلی مالک در انتهای سربالایی باغ قرار داره. در باغ فواره‌ها یا آبفشان‌هایی وجود داره که در طول باغ قرار دارن و زیباترین فواره‌های باغ‌های ایرانی هستند. فواره‌های باغ شازده بر پایه نیروی اختلاف ارتفاع کار کرد دارن. درازای باغ شازده کرمان 407 متره و پهنای اون 122 متر و از این رو بزرگترین و زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب میشه. این باغ در بیشتر سال و به ویژه در فصل تابستان و بهار بازدید کنندگان بیشماری داره.
باغ شازده، نماد شکوه باغ ایرانی، باغی در دامنه کوه تیگران. این باغ از دو کوشک تابستانه و زمستانه تشکیل شده و رودی که در وسط اون جاریه از چشمه‌های تیگران سرچشمه گرفته و پس از طی مسافت به زمین‌های تشنه پایین دست می‌رسه و باغ‌ها و مزارع تشنه رو سیراب می‌کنه. این باغ نخست به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعدها توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی 11 سال حکمرانی وی ساخته شد. با این همه با مرگ وی ساخت بنای آن نیمه تمام رها شد. اینجا طبقه دوم عمارت شاهنشین باغ شازده ماهانه. میخوام چند دقیقه به جای حاکم قبلی که در اینجا زندگی میکرد در نقش اون زندگی کنم. شب خوبی بود، لذت بخش بود. نه، این چه خوابی بود؟ چه خواب وحشتناکی دیدم. شب دلپذیری بود، بسیار نیکو. چرا دم صبح خواب بدی دیدم؟ بهتر از نگاهی به باغ بیاندازم ببینم باغ چه خبر است. بیایید این دریچه را باز کنید. چرا کسی نمی آید؟ مگر عمارت کسی نیست؟ شاید رفتن حمام را آماده کنم. عیب ندارد. ما که رمقی نداریم. توانی به ما نمانده است. اما خب پدر سوختم. عجیب است، چرا باغمان اینقدر شلوغ است؟ اینها که هستن؟ شاید دارم خواب میبینم. چرا این لباس ها رو دارم؟ چرا لباس های ما تنشان نیست؟ شاید حالم خوش نباشد. بهتر است بگویم حمام را آماده کنم. آهای، حمام را آماده کنید. امروز فرمان دادم حمام را آماده کنند تا استحمام کنند. خدمه در سربینه همه آماده اند که بعد از حمام از من پذیرایی کنند. شما خدمه را نمی بینید ولی خدمه ها اینجا منتظر برگشت من از حمام هستند. به سمت رختکن میرم. خدمه منتظر من بمانی تا برگردم. قبل از خزانه باید در این قسمت در آب سرد پایم را شستشویم، اعصابم آرام شود. بعد به سوی خزانه آب سرد می روم. کمی در خزانه آب سرد بدنم را نرمش می دهم. البته خدمه کمی هم صابونی به ما می مالند. در لاکان کیسه ای تنمان می کشند. در اینجا آب گرم را بر روی ما می ریزند. آنگاه به داخل خزانه می رویم و استحمام می کنیم. در این خزانه که فعلا آبش نامرئی است، شما فکر کنید که آب هست، ما غسلمان را انجام می دهیم. بعد از آن که حالمان احوالمان سر جایش آمد، خدمه منتظرند تا من به رختکن بروم. در رختکن خدمه سر و رویم را خشک می نمایند و بعد جامه‌ام را به تن می کنند و بعد آماده می شوم برای سربینه. در سربینه باید کمی استراحت کنم. اگر بشود شربتی، چایی
میوه این چیزی تنقلاتی بیاورد تا عرق بدنم خوش شود. یله می دهیم، چای می نوشیم تا دمای بدن ما کاهش یابد. آنگاه به طرف قصر روانه می شویم. ممنونم از پذیرایتون. دستتان درد نکنید. خوب است. باغ 16 رو با تمام خیال پردازیام ترک میکنم و به روستای ریگ ماهان میرم. بیشترین محصول باغی ریگ هلوه و محصول هلو این منطقه به خاطر خاک و آب و موقعیت اقلیمی دارای طعم مطلوبیه. چقدر دلچسبه قدم زدم تو باغ هلو، بعد دستچین کنی هلوهایی که رسیدن و پر آبن. خسته نباشید، خسته نباشید. غریبی میخونی چرا؟ چی کار کنیم، مسافریم آجی. اگه بچه کرمان نیستی شما؟ ما هستیم الان اینجا زندگی میکنیم آجی. آره، بچه غریبی میخونی آخه؟ آره دیگه. تو این نعمت تو باید شادی کنی. شاد که هستیم. خب یه شادی بخون برا. یه شادی بخون برا. بخون. شادی بخون. بخون برا. دلبر دلدار بی مکن تا بیوش، نی دل غم کاره مکن تا بیوش، ای دل دلبر وی مکن عاشقی، دلانی آبروش دی مکن بربادی. این هم صدای بلبل باغ هلو ما. صاحب این مزرعه احمد محسنیه که شکوفایی اینجا رو در توسعه کشاورزی میدونه. اما این درخت چند ساله؟ اینا 4 ساله. نهالاشو از کجا وارد کردی؟ از دستان گلستان. آقا خدا قوت، خسته نباشی. از به سرپس. بله. میگن هلو هرچی جوان‌تره بار بهتری میده. بله بله. یعنی پیر شد باید انداختی نو؟ نه اگه هر سال هر سال نه. میره تا میگه تا 15 تا حتی 20 سال هم میرسی. خیلی خوش خوراکه. اصلا آب از لب رو چه نوش جان خودتون چرا؟ اصلا هلوی ماهان معروفه توی یک کشور. احمد محسنی کشاورز نمونه استان کرمانه، تا جایی که موفق شد توی دل کبیر ماهی خاویاری هم پرورش بده. ماهیان خاویاری نسبت به تغییرات اقلیمی تحمل زیادی دارند و از نظر اقتصادی یکی از با ارزشترین ماهیان دریای کاسپیان به شمار میان. اما اینجا که دریای کاسپیان نیست، اینجا استان کرمانه. بله کرمان. دو ویژگی سبب شد که در این بخش سرمایه گذاری کنن. یک، مرغوبیت ماهیان خاویاری. دو، درآمد بالای اون. یه ماهی خاویاری در استان کرمانه، خیلی قوی بود، از دستم پرید. مجبوریم یکی دیگه صید کنیم. هفت گرمی بعد از یه سال شده یک کیلو نیم، درسته؟ بله. خب این الان دو سال خورده ایه؟ نه این وارد دوش، وارد سال دو شده. سال دو شده. آره. چقدر قلبش میزنه؟ بعد از سه کیلوه. قلبش هم چقدر میزنه؟ گناه داره. آره. بعد از سال شده سه کیلو. آره. یعنی بعد از دو سال شده سه کیلو. آقا ماشاءالله خیلی قدرت داره. آقا خیلی سخت. آقا خیلی سخت. این ماهی خاویاری چند ساله است این الان؟ سه سال. سه سالشه. تو دریای کاسپیان یا مازندران نیست، اینا تو کبیر کرمانی. آقای محسنی، بله. اینا برای تخمش بر برش میده، برای گوشتش هم، برای گوشت هم برای تو خاویار، هم برای گوشت هم برای بله خاویار. احمد که انرژی ذاتی بیپایانی داره، سعی داره حریف چغه رو بعد بدنش رو شکست بده.
از اونجایی که میخوام یک بنای قدیمی و تاریخی رو به شما نشون بدم، برگشتم به دوران گذشته و به جای ماشین سوار الاغی شدم که منو داره میبره به اون مکان، مکانی که ابتکار و ابداع مردم گرمسیری رو به شما میخواد نشون بده. برو ببینم، برو باریکلا، آفرین. بدوید یواشتر، یواشتر، وای 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 وای. برو ببینم. برو 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 برو، کمی دیگه، کمی دیگه، کمی دیگه. برو برو برو. حالا پارک کن. پارک پارک. پارک کن دیگه. وایسا. وایسا. وایسا گفتم. آفرین. خلاصه به مقصد رسیدم با وسیله قدیمی. در زمان‌های قدیم هنوز یخچال که اختراع نشده بود، مردم منطقه گرمسیری برای اینکه در فصل تابستون آب خنک بنوشن، مکانی رو طراحی کردن که در زمستون در اونجا یخ تولید می‌کرد و در گرمای تابستون از اون یخ بهره می‌برد. این هم یخچال لنگره. یخچالی که میگن حدود 250 سال قبل ساخته شده و خوشبختانه هنوز کاملا ویران نشده. امیدوارم که بیشتر به فکر میراث فرهنگی باشه. وای چه عمقی و چه ارتفاعی. حیف که داره تخریب میشه. ای سلام را وایسا وایسا. اینه که نباید افتار رو بدی بهش. سویچ رو دارم دست داشتم. وایسا کجا وایسا. ای مامو سلام. سلام علیکم. سرمو ندیدی؟ خر شما؟ آه نه، شما با این قیافه خر داری؟ پرسیدم خر منو دیدید یا ندیدی؟ نه، من چیکارم با خر شما؟ ببینم این مقبره شیخ عبدالسلام کجاست؟ این همین پایین برو میبینیش. چقدر دیگه راه داره؟ زیاد نیست. خدا کنه که زیاد نیست، تو 10 کیلومتر نباشه. وقتی افسار خر رو بذاری پشتش، باید همین شکلی هم دنبالش بدوی. حالا من خسته از راه در 2 کیلومتری غرب شهر ماهان، در خارج روستای لنگر، در میان مزارع جو و گندم به دیدن آرامگاه قطب‌الدین میرم. ساختمان بقعه بنایی با شکوه و مجلله. بقعه شامل ایوان، گنبد، صحن و مقبره زیباست. عارف بزرگ قطب‌الدین شیخ عبدالسلام ماهانی جد شاه نعمت الله ولی محسوب میشه. میگن شاه نعمت الله ولی همیشه به نیکی و احترام از او یاد میگن. بر اساس نوشته های روی قبر، این قبر متعلق به قرن 8 هجری است. در راه بازگشت من همش فکرم درگیر اینه که به صاحب خر چه پاسخی بدم. نگران شدیم، خواهش میکنم. بابا در رفت. چی در رفت؟ خره؟ خر در رفت. آره.
نگران نباش برمیگرده. جدی میگی؟ باور کن. یعنی مخلص؟ بله. با من چقدر نگران شده هم. با من خیلی خسته. خط چموشو برمیگرده خودش نگران نباش. آخ من ولدا اینقدر ترسیدم کل مسافت خسته اومدم. خواهش میکنم. باد اینقدر شدیده. ما این فصل سال ما این منطقه بادار داریم. بادار سرویس کردن تقریبا اینجوری هست. خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدید آقای خلیل. بفرمایید. خیلی خوش آمدید استاد. خوش باش. ممنون بشه. من در اقامتگاه بومگردی روستای قناطیقستان برای خوردن بزخورمه لحظه شماری می‌کنم. چقدر باید آب بریزی؟ به اندازش. قربونت برم. خلاصه مادر برام تعریف کرد دیگه. خوش آمدید. من قبلا ببینم بزخورمه اصلا باید یه بز بزرگ انداخت و قرمه گذاشت قرمه سبزی گذاشت که نکنم. آره. درسته. قربان باشه بحبه. چقدر میتونم؟ نه. آزواز. انقدر باید بدوشه تا عمل بیاد. تا پخته بشه. معمولا چند ساعت طول میکشه با آتیش؟ دو سه ساعت طول میکشه. اون وقت برای مهمه این تشه کشک و این سیرداغ و اینا دیگه چیه؟ اینا رو میگیریم وقتی که میکوبیمشون. آه. کشک هم میریزی توش و سیرداغ هم میریزی روش. عجب. کشک محلی هم هستن. نه. یعنی وقتی پخت آبش تموم میشه؟ بله. تمام دیگه آبش مثالت آبگوش نخودهای قدیم بهش میگفتن. آه. مثلا دیزی تهرونه که معروفه. خیلی آبش کم و کم شد. بله. میکوبین این رو. بله. یعنی گوشت کوبیده درست میشه؟ بله. و این گوشت کوبیده رو داخلش کشک می‌ریزید؟ کشک می‌ریزید. روی کشک رو هم با سیرداغ تزئین می‌کنید؟ بله. آها. آها، پس اون زمان به خاطر این بهش میگن بزقورمه که گوشت بز رو قورمه درست می‌کردن، داخل خیک می‌ذاشتن؟ درسته؟ بله. بعد اینو به این شکل درست می‌کردن برای خاطر بزقورمه. بفهمید. سیرداغ آره واسه کوکا رو. آبرو نه خیالم راحت شد. برو خیالم تو خیلی ناراحت. شما بفرمایید چایی. دست درد نکنه. خدا رو شکر. خب می‌بینید چی منه؟ ما خرشو بردیم که بریم یخچالو ببینیم. رفتیم یخچالو ببینیم. خره در رفت از دست ما. من پیاده از یخچال رفتم مزار عارف قطب الدین. برگشتم تو راه هی صدا از این پرسیدن آقا خره رو دیدی؟ همه گفتن چرنگیه بابا. خره گفتن این رنگ چرنگیه. اومدم این گفت نه این میاد الان یه دور میاد کارم واسه جرغری هم میخوره فکرم گروپ نشه. بعد دو ساعت و با بخار شدن آب محتویات بزقورمه میکوبنش آب پوره تبدیل شه و بعد کشک بهش اضافه می کنند و در آخر هم سیرداغ و نعنا. بیشتر این حسی که روی زبانم میکنم طعم کشکه. یعنی مزه کشک سبب شده که شما فکر نکنید گوشت کوبیده داره. من میخواستم بگم بزخورمه. رخ زد. من حالا در زورخونه باشگاه شهدای ماهان به سرپرستی مرشد روح الله خلیلی هستم که امروزه اونها یکی از بهترین تیم‌های زورخونه‌ای کشورند. یا رحمان و یا رحیم
ورزش‌های زورخونه‌ای نام دیگر ورزش‌های باستانی ایرانه. پرونده ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخونه‌ای در تاریخ 25 آبان 1389 در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت رسیده. دانشنامه بروکهاوس آلمانی با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخونه ای رو در کتاب اصلی و جلد ویژه ورزش قدیمی ترین ورزش بدنسازی جهان معرفی میکنه. ای دل برو دل داره من، ای محرم و غم خار من. رخصت بله بود. ورزش باستانی از ورزش‌های کهن ایرانیانه. ورزشی که خوشبختانه در ماهان هنوز چراغش روشن. یقیناً پیشکسوتان لایقی داشت که هنوز این چراغ رو روشن نگه داشت. در ورزش باستانی ایران تنها اندام رو پرورش نمیدن. قبل از هر چیزی جوانمردی و معرفت هست. در دانشنامه بروکهاوس چنین اومده: در مقطع زمانی خاصی در بیش از 1200 سال پیش که صلح نسبی بر ایران حکم فرما بود، جنگجویان ایرانی افسار نبرد از جمله گرز، کمان و سپر را جهت آماده سازی بدن برای آینده تبدیل به افسار ورزشی نموده و به ورزش با آنان پرداختند. عهد نابست تن از آن بین که به بندی یا نیایی. ورزش زورخانه‌ای آداب و سنتی خاص داره، آداب و سنتی که با پیروی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای دوره باستانی در قالب شعرها و داستانهایی به صورت آهنگین و به همراهی ضرب زورخانه که مهمترین ساز این نوع موسیقیه برای برانگیختن ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی مرشد خوانده می شود. اول و آخر مردان عالم ختم به خیر. اول و آخر خوبان عالم ختم به خیر. اول و آخر مسلمین عالم ختم به خیر. الهی به حق پیر. مزد استاد. برایش ذوالفقار. نیستی جان کفار. تندرستی حضار. الهی دشتان سرسبز. جویباران پر آب. دلها شاد. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. آنچه در برنامه بعد خواهید دید.
پس موجود زنده در کویر لوت هست. یه روتیل زرده و بگیرم براتون یا نه؟ اجازت بگیرم؟ آقا نرو دیگه، خواهشن نرو. نه در جاده های شمال ایران، در جاده های شمال استان کرمان. کی فکر میکرد شمال کرمان هم کوهستان ها و مناظر بدیع و زیبایی رو داشته باشه؟